سلام سلام، این تصویری که میبینید از دریچه اتوبوس همچنان ضبط شده. دوستی بر من فرستاد و از زاویه دیگه ای هست، باز هم همون محله بلوار آرش به سمت مرکز شهر هست که در مسیر ما صد دستگاه و اینها رو میبینیم. همونطور که میبینید آسمون اینجا بسیار ابری و غبارآلوده و این فکر میکنم من الان که دارم با شما صحبت میکنم 20 اردیبهشت، این ویدیو فکر میکنم مثلا 15 اردیبهشت 1403 ضبط شده و البته آره گفتم این رو هم براتون بذارم. یه مقدار ظاهرا شیشه اتوبوس هم کثیف بوده، ولی این رو خواستم بهتون بگم. بلوار ناصح شرقی، خب اینم تابلوی بود که ازش گذشتیم. این روزها بازار نمایشگاه کتاب خیلی داغه. دوست دارم توی نمایشگاه کتاب از من و دوستان نویسنده و همینطور مترجم حمایت کنید. ویدئویی گذاشته بودم در این باره صحبت کرده بودم، اما به خاطر اینکه این ویدئو خیلی یهویی ضبط شده بود و از اونجایی که همتون در جریان هستید بنده میکروفون ندارم، برای اینکه بخواید اون رو تماشا کنید میبایست صدا رو روی بیشترین حالت بذارید، روی بلندترین حالت بذارید که بفهمید من چی میگم. دیگه یه خورده تلاش کنید که نه، صدا روی بالاترین حد باشه متوجه میشید صحبتهای من رو. و این رو میخواستم بگم که یه چند نفر اومده بودن گفته بودن وای مگه میشه، آره چطوری که توی اهواز از شما حمایت نمی کنن. به هر حال به همین صورته دیگه، من بدون آشنا و پارتی مسیر رو ترجمه رو ادامه دادم و ادامه خواهم داد و امیدوارم که به قول معروف میگن کار خوب خدا درست کنه. سلطان محمود خرکیه. حالا این رو یه هایی تو ذهنم رسید، گفتم درباره صحبت کنم. حتما اون ویدئو رو ببینید، کتابایی که معرفی شده از کتابای فوق‌العاده خوبی هستن، ارزش خوندن دارن. من توی اون ویدئو هم کتاب روانشناسی به شما معرفی کردم، هم کتابهایی از ادبیات کلاسیک و کتابای رازآلود و اینها و البته داستان، یعنی یه پکیج کامل برای سلیقه‌های مختلفه که هیچ کدومش رو نمیتونید مثلا بگید خب من اینو این سبک رو دوست ندارم اون سبک رو دوست ندارم. خلاصه این که شما چه کار میکنید؟ شما در چه حال هستید؟ نمیدونم جریان این ویدئوهای اتوبوسی چیه که اخیراً فعلا یه توفیق اجباریه که من باید ازشون استفاده کنم برای اینکه کانال سر پا باشه و یه خورده هم میگم شیشه ظاهرا خیلی تمیز نیست، الان من متوجه شدم، ولی قابل اشتراک گذاری هست دیگه. دیگه بیایید و کوتاه بیایید، شما که همه نوع ویدئوهای توی کانال من دیدید این هم یه مدلشه. یه تقاضا هم خواستم داشته باشم از کسایی که اینستاگرام من رو دارن و بهشون بگم که این خیلی کار زننده ای که از یه نویسنده یا مترجم توقع کتاب رایگان داشته باشید. یعنی وقتی یه نفر میاد میگه که میشه کتابتون همین جوری به من بدید، میشه کتابو برای من رایگان بفرستید، یا حالا با یکم لحن مثلا ببخشید البته چاپلوسانه تر، من دوست دارم کتاب شما رو داشته باشم، خب خودتون برام بفرستید، من خیلی به کار شما علاقه مندم ولی میخوام با دستای خودتون داشته باشم این کتابو. بعد اصلا حرفی از هزینه و اینها نمیزنن، واقعا نمیدونم شما میرید بیرون یه دونه آدامس میخرید بابتش پول نمیدید که توقع دارید یه مؤلف یا یک مترجم کتابش رو رایگان بهتون بده؟ اصلا مگه من نمیدونم، واقعا من خودم میرم هر چیزی میخرم همون لحظه پولشو میدم، شما چرا همچین توقعی دارید؟ چرا انقدر برای هنر ارزش قائل نیستید که همچین پیشنهاداتی رو میدید؟ اصلا زننده است، میدونید یه حالت دقیقا میتونم بهتون بگم حالت تعو بهم دست میده وقتی یه نفر میاد حتی با لحن شوخی این حرفو میزنه، مثل اینه که شما یه مغازه بذارید و هر کی رد میشه بهش اون خدماتو رایگان بدید. این رفتارها رو من نمیپسندم. خیلی میان توی دایرکت، من مجبور میشم ریستریک کنم یا بلاک کنم، و برعکسش هم هست، آدمایی هستن که بسیار فهمیده محترم و اهل کتاب و هنر هستن، اونها رو هم دمشون گرم. ولی این رو خواستم دیگه علنا بگم، بگم این کارو نکنید، یا اینکه
هم من هم دوستای دیگه‌ام که دربارش گاهی اوقات صحبت می‌کنیم، میگیم ما توی اینستاگراممون میایم درباره کتاب و مطالعه و اینها صحبت می‌کنیم، بعد طرف میاد انگار که باد نشسته چه میدونم چلو کباب خورده، آبگوش خورده، میاد میگه که سلام پرستو چطوری؟ خب بابا زشته، یه خورده تربیت و شخصیت یعنی شما واقعا ندارید؟ چجوری آخه معاشرت میکنید؟ این چه آداب معاشرتیه؟ طرف با اسم کوچیک مثل این آدمایی که اصلا یه عمر میشناسنشون درست نیست، یه خورده بفهمیم با کی داریم چطوری صحبت میکنیم. این ادبیاتو به کار نبرید، خیلی زشته، خیلی زننده است. من خورده نمیگیرم به کسی، ولی این کوتاهی فرهنگ ماست و فکر میکنم آدم ها حتی اگر یه دوره 4 ساله رو توی دانشگاه که ایش یه دوره 2 روزه توی کارگاه جایی تهی کنن، یه خورده با جنس مخالف معاشرت کنن، میفهمن که اینو خطاب قرار دادن و اینو ادبیات خیلی ناجوره. یعنی طرف حالش بد میشه، چرا داره اینجوری با من حرف میزنه؟ اصلا مگه منو میشناسی؟ یه خورده آدم ها شاید به این مسئله دقت نمی کنن، ولی حداقل ما خانوما خیلی بدمون میاد وقتی اینطوری با همون برخورد میشه. من همیشه سعی کردم حد فاصله خودم رو با احترام با بقیه حفظ کنم و اگر حالا صمیمیم با بعضی از دوستان برخورد میکنم، به خاطر اینه که عمیقا اون احساسی رو که از مرزها میگذره و عبور میکنن رو حس میکنم و میدونم اونها هم به من حس خوب دارن. ولی نیاید دایرکت اینطوری، مثلا یه جوری صحبت میکنن که شمارتون میشه بدی، میشه مثلا فلان چی، خدای من یه چند وقت پیشی که اومده و نگاه که میشه با هم آشنا بشیم، تو کجایی هست، از این حرفا. بابا پیج اینستاگرام درسته برای عده بساطی برای خودنماییه، ولی برای من و اخشار من بساطی خودنمایی نیست، برای اینه که کارم رو نشون بدم، برای اینه که یه پلتفرم بخوام درباره چیزهایی که در تخصص دارم صحبت کنم. نمیدونم شما هم همین موضع رو دارید یا نه. واقعا من حالم بد میشه وقتی از این کامنت دایرکت ها میبینم و یه جوری هم میگن که وای چقدر خودتو میگیری، نمیشه با هم آشنا بشیم؟ آشنا برو با عمت آشنا شو، این چه برخورد آخه؟ احس میکنم یه سری آدم الواد و دور از جون شما و مخاطبای خوب من، یه سری لاتولود ریختن توی اینستاگرام و شبیه این کسایی هستن که توی خیابون رد میشی. البته دیگه من سالهاست ندیدم تیکه میندازم به اون شکل، همون آدم ها انگار یه گوشی دستشون گرفتن و تا یه خانم میبینن شروع میکنن اراجیف بافتن و چرت و پرت گفتن بهش. تازه برخورد محترمانه من اغلب اینه که یا بلاک میکنم یا ریستریک میکنم، یعنی حتی وارد بحث هم نمیشم. خواستم بدونم آقایون هم چه مشکلی دارن یا این موزله که ماها گرفتارشیم. خلاصه این هم بخش از درد و دل امروز تلقی کنید و یه هوی به ذهنم رسید بخوام به شما بگم. چند وقت پیش من رفته بودم کافی شاپ و کافی شاپ هم فضای باز داشت، هم خب یه فضای داخلی، قانونا اینه که توی فضای باز شما میتونی سیگار بکشی یا هر دود و دمی داشته باشی، اونجا اوکیه. ولی بعدیش این بود که من که توی فضای بستش نشسته بودم، 3 تا خانم بودن که مشخص بود دانشجو هم به خاطر تیپشون کوله و اون مغنه‌ای که سرشون بود، اینا به محض اینکه اومدن میتونم بگم داخل اون 1 ساعتی که من نشسته بودم شاید یکیشون رو من دیدم که 5 تا سیگار روشن کرد تو این فاصله و این خیلی وحشتناک بود. چرا ماها به حقوق هم حتی این چیز اندک احترام نمیذاریم؟ نمیدونم، همین باعث شد که من از اونجا بلند شم، چون من اصلا توی فضایی که دود باشه راحت نیستم و هم ریه‌ام اذیت میشه، هم چشمم شروع به اشک ریزی میکنه. واقعا درک نمیکنم وقتی که حداقل حقوق همدیگر رعایت نمیکنیم، بعد توقع داریم که بخوایم یه تغییر خیلی بزرگ توی دنیای خودمون ایجاد کنیم. اینم یه مسئله بود که خیلی رو اعصابم بود و از اونجایی که همه میدونن من از این ویدیوها استفاده میکنم تا درد دلهای خودم رو بگم، گفتم که این رو هم با شما در میون بذارم. ازتون خواهش میکنم اگر وارد محیط های اینچنینی میشید از فضای باز برای دود
و سیگار استفاده کنید. حتی اگر توی اون کافه سیگار کشیدن توی فضای بسته مجاز باشه، چون الان انقدر که بازار کافه ها هم خراب شده، ممکنه به خاطر اینکه مشتری خودشون رو حفظ کنن نیان اعتراض کنن که آره مثلا توی فضای بسته سیگار نکشید، ولی خودتون که شعور دارید، یعنی ادراک هم ندارید. اکثر خانم ها هم به خصوص، من اغلب بین دوستای خودم که دیده بودم، حالا شاید آقایون راحت‌تر باشن، ولی توی خونه این رو پنهان میکنن و میرن توی کافه جای این کار میکنن، یعنی توی خونه امکانش رو ندارن یا میخوان ظاهرسازی کنن، میان توی فضای بسته اون کافه یکی مثل من رو خفه میکنن. خلاصه خواهش میکنم ازتون عاجزانه، اگر وارد یه همچین مکانهایی میشید، حتما توی فضای باز برید سیگارتون رو دود کنید. اوکی، عادت کردید، هر چی که خودتون فکر میکنید به صلاحه، حالا برای سلامتی که خوب نیست، ولی حداقل این رو یادتون باشه، این شعور و شخصیت خودتون رو نشون میده. کسی هم نمیگه که حالا مثلا نه من پولشو دادم حتما باید هر جا که نشستم چون دارم یه قهوه چیزی میخورم همونجا هم باید سیگارم رو دود کنم. این هم از مشکلی بود که دوست داشتم درباره صحبت کنم. و بازم بهتون میگم لطفاً حتما از نمایشگاه کتاب حمایت کنید، کتابای خوبی معرفی کردم، دوست دارم شما هم توی لذت خوندن و مطالعه همونطور که من حس خوبی بهم دست داد با این کتاب، شما هم توی این لذت سهیم باشید و البته نظرتون رو هم به من بگید وقتی که کتابای پیشنهادی من رو مطالعه کردید. شما رو رها میکنم با این هوای غبارآلود و ابری. خدا نگهدارتون باشه.